دوستان عزیزم سلام حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه سالم سلامت و سر حال باشید امروز در مورد مکالمات کاربردی انگلیسی که توی رستوران بهشون نیاز خواهیم داشت صحبت خواهیم کرد قسمت دومش هست دوستانی که قسمت اول رو ندیدن من لینکش رو توی توضیحات زیر ویدیو براتون میذارم میتونید اون رو هم نگاه کنید البته پیش نیاز نیست که بخواید اول حتما قسمت اول رو نگاه کنید بعد قسمت دوم میتونید فعلا قسمت دوم رو ببینید و بعدا برید سراغ قسمت اول خب شروع کنیم قسمت دوم رو میخوایم غذا سفارش بدیم معمولا میان از اون میپرسن که آیا واسه سفارش دادن غذا آماده هستید میگن آماده اید سفارش بدید چجوری این سوال رو میپرسن معمولا به این شکل میپرسن میگن Are you ready to order? Are you ready to order? Ready یعنی آماده. Order یعنی سفارش دادن. هم به معنای سفارش دادن و هم به معنای خود سفارش هم هست Are you ready to order? یا مثلا میپرسن میتونم سفارشتون رو بگیرم این رو این شکلی میپرسن Can I take your order? Can I take your order? خب شاید از آن بپرسن آیا وقت بیشتری واسه تصمیم گرفتن نیاز دارید؟ وقتی میبینن که آماده نیستیم این رو از آن می میپرسن چی می میپرسن Do you need a little more time to decide? Do you need a little more time to decide? Do you need a little more time to decide? خب ممکنه ما ازشون بخوایم که چند دقیقه بیشتر به اون وقت بدن مثلا از اون پرسیدن Are you ready to order? آماده سفارش بدید و شما میخواید چند دقیقه بیشتر صبر کن چی میگید؟ Could you give us a few more minutes please? Could you give us a few more minutes please? میشه لطفاً یه چند دقیقه بیشتر بهمون وقت بدید؟ و حالا اگه خواستیم سفارش بدیم چی میگیم دوستان؟ معمولاً از این عبارت استفاده میکنیم میگیم I'll have I'll have بعد اسم اون غذایی که توی منو هست و انتخاب کردیم رو میگم I'll have a chicken مثلا I'll have یا مثلا will have پس از این عبارت برای سفارش دادن استفاده میکنیم I'll have از اون میپرسن که استیکتون رو چجوری میخواید؟ چجوری میل دارید استیکتون رو؟ چی میپرسن؟ میگن How would you like your steak? How would you like your steak? How would you like your steak? خب شما میخواید بگید مثلا کم پخت باشه چی میگید؟ Rare Rare یعنی کم پخت Rare میخواید بگید متوسط باشه Medium Medium میخواید بگید کاملا پخته باشه چی میگید؟ Well done well done. Rare, medium, well done Rare Medium Well done Rare Medium و Well done خب واسه سفارش پیش غذا معمولا این رو از میپرسن Can I get you anything to start off? Can I get you anything to start off? میگه میتونم چیزی براتون بیارم که با شروع کنید منظورش پیش غذاست Can I get you anything to start off? خب شما میگید I'll have یعنی اون چیزی که میخوای رو میگید I'll have حالا اگه بخواید دو نفری پیش غذا بگیرید معمولا از این عبارت استفاده می کنید می will share a will share یعنی ما فلان چیز رو اشتراکی می خواهیم یعنی واسه هر دوتامون یه دونه بیاد خورمون تقسیم می کنیم share یا یعنی میگیم will split a will split a will split. پس اگه خواستید یه چیزی رو دو نفری میل کنید مثلا واسه اینکه، که خیلی سنگین نشه میگید will share یا will split خب صرف کردن غذا از همون میپرسن is everything okay is everything okay همه چیز خوبه خب شما میگید بله همه چیز خوبه ممنون yes everything's fine thanks yes everything's fine thanks میگید بگید همه شون یعنی همه غذاها خوشمزند It's all delicious. It's all delicious. It's all delicious. Delicious یعنی خوشمزه. بگید میشه لطفا یه مقدار دیگه آب برام بیارید. چجوری میگید این رو دوستان؟ Could we have some more water, please? Could we have some more water, please? معمولا معدبانه تره به جای اینکه بگید برامون بیارید میگن میتونیم داشته باشیم یه مقدار بیشتر آب داشته باشیم اینجوری معدبانه تره Could we have some more water please? بگی راستش غذای من سرده To be honest my food is cold To be honest یعنی راستش To be honest my food is cold To be honest my food is cold بگید من سوپ جوجه سفارش دادم نه سوپ گوجه I ordered chicken soup not tomato soup I ordered chicken soup not tomato soup خب پرداخت صورت حساب میخوایم صورت حساب رو پرداخت کنیم خب شاید یه مقدار از غذامون مونده باشه بخوایم این رو واسمون بپیچن که ببریم با خودمون چی میگیم میتونیم بگیم Can you wrap this up for me? Can you wrap this up for me? میتونی این رو برام بپیچید Can you wrap this up for me? یا بخوایم یه مقدار معدبانه تر باشه Can رو میتونیم به کود تبدیل کنیم Could you wrap this up for me? Could you wrap this up for me? یا مثلا شاید بخوایم یه جعبه به همون بده واسه غذا چی میگیم? Can I get a box for this? Can I get a box for this? یه اشتباهی توی صورت حساب ما از صورت حساب رو بهمون دادن میخوایم بگیم که یه اشتباهی توشه صورت حساب توی انگلیسی هم چک میشه هم بیل چک و بیل خب میخوایم بگیم یه اشتباهی تو صورت حساب There's a mistake on our bill There's a mistake on our bill خب میخوای بگی این پنج دلار برای چی این پنج دلاری که توی صورت حساب هست واسه چی میگی What's this $5 charge for? What's this five dollars, uh, five dollars charge for? خب نظر در مورد رستوران وقتی که uh, تموم شو و بعدا واسه دوستا تعریف میکنین دوستا نظرتون رو میخوان در مورد رستوران از چه واژه‌هایی میتونیم استفاده کنیم؟ میتونیم بگیم خدمات کن بود مثلا سریع خدمات رو ارائه نمیدادن میگید the service was slow The service was slow. یا اگه برخوردشون خوب نبوده خدمتکارها اونایی که خدمات ارائه میدادن چی میگید میگید the servers were not very friendly the servers were not very friendly friendly یعنی خوش برخورد صمیمی the servers were not very friendly حالا اگه خوش برخورد بوده باشن میگید the servers were friendly and helpful helpful یعنی کمک کننده بودن در مورد گران بودن غذا اگر غذا گران باشه میتونید از این باید استفاده کنید The food was overpriced The food was overpriced یا yeah, میتونید بگید The food was a bit pricey The food was a bit pricey Overpriced یه مقدار بار معنای سنگین تری داره یعنی قیمتش بی خودی گران بوده ولی پرایسی خب یعنی گرون بوده ولی خب ارزیده. The food was a bit pricey بخواید بگید قیمت ها منطقی بود میگید The prices were reasonable The prices were reasonable در مورد طعم غذا اگر غذا شور باشه میگید Salty Salty The food was salty یعنی غذا شور بود اگه تند باشه میگید spicy spicy the food was spicy غذا تند بود اگه خیلی چرب باشه خیلی روغن توش داشته باشه میشه greasy greasy the food was greasy یعنی خیلی چرب بود بیمزه واسه بیمزه بودن هم میتونیم بگیم bland bland یعنی بیمزه هم میتونیم بگیم tasteless tasteless the food was bland یعنی بی مزه بود اصلا مزه نداشت the food was bland اگه خوشمزه باشه میتونید بگید delicious delicious یا yeah. tasty tasty the food was tasty خب میخوای بگی غذا تازه نبود چی میگیم the food wasn't fresh the food wasn't fresh در دقت کنید نمیگیم new the food wasn't new خب فرش معمولا برای غذا و مواد خوراکی از فرش استفاده میشه The food wasn't fresh خب در مورد سایز پورس اگه پرس ها بزرگ باشن یا کوچیک باشن چجوری صحبت میکنیم The portions were too small The portions were too small یعنی پورس های غذا خیلی کوچیک بودن یا اگه مناسب باشه یا بزرگ باشه The portions were big The portions were big. Ya, بخش باشه satisfying the portions were satisfying <applause> خب دوستان عزیز این قسمت هم تموم شد ممنون که همراه ما بودید و اگه فیلم براتون مفید بود ممنون میشم فیلم رو لایک کنید و کانال رو حمایت کنید تا فیلم بعدی خدا نگهدارتون